So let's talk about COVID outbreak. در مورد شیوع ویروس کرونا در افغانستان صحبت کنیم. افغانستان مانند سایر نقاط جهان با بحران کرونا روبروست. در ایالات متحده کارمندان مراقبت های صحی بیشتر زنان هستند. همینطور در افغانستان زنان نیز در بخش صحت کار میکنند. اما آمار وقایع ویروس بین زنان افغان کمتر گزارش شده است. چرا رقم تلفات کارمندان صحی زن درست مشخص نشده است؟ خب برخی مشکلات است که باید با تأسف بگویم افغانستان مانند سایر کشورها نیست و با کمبود کارمندان مراقبت‌های صحی زن روبروست. طبق برنامه رسیدگی به وضعیت اضطراری در افغانستان فقط 2% دکتران زن هستند و حدود 15-20% زنان در بخش صحی کار می‌کنند و این سد راه بزرگی برای دسترسی زنان به تأسیسات صحی در افغانستان است، چرا که آنها می‌خواهند دکتر زن آنها را معاینه کند و در برخی مواقع زنان به مراکز صحی مراجعه نمی‌کنند و ویروس کرونا ممکن به همان اندازه در میان زنان بیشتر باشد ولی ما نمی‌بینیم. و در قسمت زنان باید بگویم که عکس تصدیق نامه مرگ به شکل اجباری در افغانستان وجود ندارد و ما در نهایت نمی‌دانیم که کی از ویروس جان باخته است. در آغاز ما با کمبود آزمایش ویروس کرونا روبرو بودیم و بیشتر کسانی که ممکن ویروس کرونا را داشتند آزمایش می‌شدند. به همین دلیل کسانی که از ایران بازگشتند می‌گویند کارمندان صحی اکثرا مردند. آنهایی که مریضند نزد خانواده‌هایشان برمی‌گردند. وقتی اعضای خانواده ویروس را می‌گیرد ممکن آنها به مراکز صحی نیایند و همین دلیل دشوار است که بگوییم مردان بیشتر از زنان به این ویروس آغشتند. در مورد سروی جدید که مشترکاً با بخش زنان سازمان ملل متحد انجام شده است کم صحبت کنین. وضعیت زنان در بحران ویروس کرونا در افغانستان از چی قرار است؟ این نظرسنجی از طریق اسمس یا پیامک در مورد زنان در سراسر قاره آسیا انجام شد. در بحثی که با بنیاد زنان سازمان ملل متحد داشتم آنها گفتند که اکثر زنان افغان به تلفن هوشمند و اینترنت دسترسی ندارند و 30% زنان افغان بی سوادند. به همین دلیل آنها در نظرسنجی شرکت نکردند حتی با وجود دسترسی به تکنولوژی. ما حدود 600 کارمند زن در ولایت افغانستان داریم که نظرسنجی را با زنان رو در رو انجام دادند تا مطمئن شوند که نظرات زنان از هر بخش شامل است. نتایج آن را تاکنون نداریم ولی با به دست آوردن آن را منتشر خواهیم ساخت. IRC در طول بحران ویروس کرونا در افغانستان فعالیت خود را ادامه داده است. این بحران بر روند کار شما برای حفظ جان مردم چی تاثیر گذاشته است؟ بر کار ما تاثیر زیاد گذاشت. ما باید روش‌های تازه کاری را می‌یافتیم. ما کارمندان منطقوی داریم و اکثریت آنها زنان هستند. آنها با تماس با خانواده‌ها تلاش دارند تا معلومات را به زنان برسانند. ما می‌دانیم که زنان در خانه‌هایشان از دیگران مراقبت می‌کنند و اگر خانواده با مرکز سی مراجعه نمی کند یا در اختیارشان نیست زنان از آنها مراقبت می کنند. ما زنان را آموزش می دهیم، برای آنها مواد حفظ و صحی شخصی می دهیم تا محفوظ باشند. در اماکن عامه صابون می دهیم و محل شستشوی دست تا محفوظ بمانند. شما تست های کرونا را چطور بین مردم پیش می برین؟ برخی مواقع از نظر فرهنگی مردم ممکن نخواهند تست کنند. شما به مردم چطور رسیدگی می کنید و این تست ها را انجام می دهید؟ مسئله آزمایش کرونا دشوار است، چرا که مردم با آن بعضاً بدبین هستند و خصوص در قریه ها و اقلیت ها و بین آنهایی که از ایران بازگشتند که نمیخواهند آزمایش شوند. ما یکی از موارد را که تلاش میکنیم رسیدگی کنیم شفاخانه ها و مراکز صحی هستند که امکانات کافی برای تداوی ندارند. به همین دلیل ما به مردم میگوییم که در خانه خود را تداوی کنند و اگر در خانه صحتیاب میشوند باید این کار را بکنند. ما برای مردم امکانات را فراهم میکنیم تا خود این کار را کنند. در این زمان ما نگرانیم تا به زنان بگوییم که در خانه بمانند، چرا که ممکن با فرد مصاب یک جا باشند. بنان اینجا تا حد توانیم کشور آزمایش وجود دارد و مردم باید به نوعی با این ویروس رسیدگی کنند. و اگر پروسه سال موفقانه انجام شود و نیروهای آمریکایی کشور را ترک کنند، این هر دو بر روند کار شما چی تاثیر خواهد گذاشت؟ مربوط به موفق شدن پروسه صلح است. اگر این پروسه با بی‌اعتنایی به حقوق زنان نهایی شود، بر برنامه‌های ما برای زنان و دختران تأثیر می‌گذارد. اگر با احترام به حقوق زنان و دختران نهایی شود، ما به برنامه‌های خود ادامه خواهیم داد و خیلی خوب خواهد بود، چون ما با گشایش مناطق بیشتر با مردم دسترسی خواهیم یافت. اگر موفق شود به این معنی است که افراد بیشتری در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهند کرد و فرصت‌ها برای مردم افغانستان بیشتر خواهد شد و در نهایت دیگر نیازی برای ما نخواهد بود.